بینندگان عزیز سلام، به برنامه پل خوش آمدید. آزادی بیان حق مسلم و قانونی که در دو قانون اساسی ایالات متحده و در قانون اساسی افغانستان گنجانیده شده است. اما حقیقت آزادی بیان وقت معلوم می شد که افراد جامعه اجازه نوشتن مسائل بحث برانگیز را داشته باشند و این آزادی یک بخش مهم دموکراسی بیان می باشد. امشب مصاحبه داریم با دو تن از نویسندگان افغان که در امریکا بود و باش دارند. دکتر عاصم اکرم در سال 1996 به امریکا تشریف آوردند. قبل از آمدن به ایالات متحده، دکتر اکرم در فرانسه زندگی میکردند. ایشان دو کتاب مختلف بالای تاریخ افغانستان نوشتند. همچنان دو کتاب دیگر که مبنی بر داستان میباشد که یک از آن جمله The 1492 Conspiracy میباشد. و وجمع خلیلی که یک فامیل دیپلمات در شهر کابل به دنیا آمدن، یکی از خانمهای افغان که کتاب خود را به زبان انگلیسی نوشته می باشند. ایشان قبل از این که به ایالات متحده برای تکمیل کردن تحصیلات عالی بر رشته اداره ما بیایند، در کشورهای مختلف زندگی نمودن، از آن جمله هندوستان، انگلستان، آلمان، پاکستان و عراق می باشند. به نظر شما که منعیس یک افغان که در امریکا زندگی میکنین، چی تجارب باعث شد که مفکوره موضوع نشتا کردن از این کتاب شما؟ این کتاب که بود یک شکل سیاسی و در این زمان شکل طنز داشت، یعنی از روی یک قصه که امکان داشت واقعی باشه اما نبود و با ریشه های سیاسی که در زمان امروز یا دوره ریاست جمهوری آقای بوش و نفرهای که در حکومتش بودن یک ارتباط پیدا میکرد و با در نظر داشت شخصیت ها و کرکترهایی که در حکومت وجود داشت و اوضاع بین المللی، موضوع جنگ افغانستان، جنگ عراق، این کلش روی صفحه آوردیم و به یک شکل گد کردیم. و علتش که پرسان کردین، فکر میکنم که به ارتباط موضوع آزادی بیان به یک شکل مستقیم در کمیته، از خاطر که وقتی که جنگ عراق شروع شد و حتی جنگ افغانستان شروع شد، یک سلسله موضوعاتی بود که برای مردمی که از ممالک شرقی بودن نسبتاً واضح بود که مثلا جنگ عراق مشکلات پیش میکنه، جنگ افغانستان مشکلات پیش میکنه و این مردم قدر زیاد به توجهش نبودن و در مطبوعات زیاد نشان داده نمیشد. دیگه من به شکل کور آوردم به عوض که یک کتاب علوم سیاسی باشه یا یک کتاب خبرنگاری باشه، به شکل طنز یا به انگلیسی ساتایر که میگن، به اون شکل کتاب تحریر کردم. بسیار خوب. وجمع جان، شوق شما به خاطر نشر کردن کتاب شما چی بود؟ از خاطر ما از ماه اپریل تا ماه آگوست گرفت که کتاب نوشته کنم، خواستم که وقت الکشن 2008 امی صدای مسلمان امریکا را به گوش مردم های کلکشن میکنه بشنوان و میخواستم که نان مسلم امریکنز بفهمانم، ایژوکیت کنم که چرا قم بتانن که مسلم امریکن مسلم کمک کنن. و خود کتاب شما درباره چی است؟ درباره انتخابات 2008 به امریکا. به امریکا، بله. بسیار خوب. به نظر شما یعنی آزادی بیان در افغانستان چی گونه است؟ اینال بیبود صورت گرفته. من فکر میکنم که بعد از قانون اساسی که در سال 2003 در افغانستان روی کار آمد، با نواقصی که قانون اساسی داره، آزادی بیان در ماده 34 خود درج کرده. اینال در افغانستان من فکر میکنم که یک نوع آزادی بیان خود به خود وجود داره. آل زمان نیست که مطبوعات به دست حکومت باشه و حکومت مطبوعات کاملا قید نگاه کنه. آل زمان اینترنت است، زمان ساتلایت دیش است، مواره است و کسی 100% نمیتونه که کنترل کنه که مردم چی فکر میکنن، چی گوش میکنن، چی میبینن. محدودیت های دیگه وجود داره. مثلا در افغانستان فکر میکنم که تا یک عده سر یک سلسله موضوعات امروز مردم بحث کرده میتونن. جراید وجود داره، رادیوهای مختلف وجود داره، تلویزیون طلوع که این پروگرام نشر میکنه یک پیش قدم است از این نگاه، هم از این نگاهی که یک تلویزیون خصوصی است و هم از این نگاهی که پروگرام های جدید روی کار آورده که یک نوع آزادی دیگر نشان میده. من البته کل پروگرام هاشو ندیدم، مگر بعضی ها رو که دیدم بسیار جالب است.
و از مجان خود کتاب شما مثلا درباره مسلمان هایی که در امریکا هستند و چه قسم در وقتی که انتخابات امریکا بود اینمی تجاربشان چی بود؟ آیا اگر شما در افغانستان می بودین این کتاب فکر میکنین که میتونستین نشته کنین در اونجا؟ مریم جان به جواب شما ما این کتاب که نوشته کردم نظر تمام مسلمان های امریکا را در 50 استیت امریکا خواستم و چیزایی که اونا جواب داده بودن و ما در کتاب خود انداختیم دمی آلتش که امیال افغانستان است امکان نداشت که ما بدم. چرا فکر میکنین که امکان نداشت؟ از خاطر که افغانستان امی فریدم آف سپیچ را نداره، یعنی آزادی نداره که گپ بزنیم، یعنی چیزی که در مغز دست، در دلت دست، در زبانت دست، در کتاب پرتی. اگر مثلا من این کتاب در افغانستان نوشته میکنم باید اول از دولت افغانستان اجازه میگرفتم. باز اگر او آیا نمیگفت او دل خودشان بود، اما اینمی اجازه گرفتن یا آزادی نمیته به انسان قسم که آزادی در امریکا است. عرض کردم که امروز در افغانستان اجازه، یعنی ولو که آدم با حکومتی که هست میتونه که نظر هم نظر نباشه و سر اکتاد موضوعات سیاسی هم نظر نباشه، اما اجازه قبلی امروز وجود نداره. شما اگر میخواین یک کتاب نشر کنین در افغانستان شما مجبور نیستین که از وزارت اطلاعات و کلتور اجازه قبلی بگیرین. های رول از این وزارت خانه چی هست؟ اینطور است که در افغانستان در قدیم که بود وزارت اطلاعات و کلتور اجازه نشر کتاب میداد و بسیار این یک مشکل کلان بر جامعه ما بود، از خاطر که امی رشد کلتوری به یک شکل خاموش شده بود، از خاطر که اگر شما در کتابتان انتقاد می گرفتین حکومت یا 100 سال پیش کدام حکومت قبلی را و یعنی امکان داشت که منع کنن و منع می کردن اکثر اوقات، باز مردم چی کار می کردن؟ می رفتن در خارج پاکستان، ایران نشر میکردن و می آمدن کتاب خود به دوستای خود توضیح میکردن به شکل پت از خاطر از ترس. اما به ارتباط گپی که واجمه جان زد میخوایم دو موضوع رو بگویم. یکی است که اگر شما موضوع کتابتان خود موضوعش کدام موضوعی نباشه که باعث جر و بحث و جنجال باشه، شما سر انتخابات امریکا و اشتراک مسلمانای امریکا در انتخابات امریکا فکر نمیکنیم که یک موضوع بحث خطرناک در افغانستان باشه که باعث مشکلات برای شما شود. اما اگر شما یک کتاب نوشته میکنین سر موضوعات سیاسی داغ افغانستان، امکان داره براتون مشکلات پیش کنه. اگر شما مثلا کدام گروپ سیاسی یا گروپ با قدرت در اونجا به یک شکل انتقاد میگیرین، او وقت براتون مشکلات پیش میشه. اما اگر شما سر موضوع انتخابات امریکا نوشته کنین فکر نمیکنم، من کتابتون نخوندم، مثلا میخوایم امکان نداره که من بگم که کتاب شما مشکلات پیش میکنه یا نه، مگر صرف از روی عنوانش و موضوعی که شما تشریح دادین فکر نمیکنم که این تو کتاب باعث مشکلات در محیط افغانستان می بود. خوب است که چالش ها هست، منتها یک ذره آزادی بیان صورت گرفته. بعد از یک وقت فکوتا برمی گردیم با جریان تکمیل کتاب ها و مسئولیت های هر دو نویسنده. با ما باشید. با ادامه بحث خود همراه با دکتر عاصم اکرم و وجمه جان خلیلی میخواستم که پرسان کنم که نمی پروسه نشته کردن یک کتاب و همچنان همراه یک شرکت که او را نشر میکنه، اینمی تجارب شما چی بود؟ شما؟ بله، من اصلا این ورقه به اکسن فقط نشته کرده بودم وقتی که من در جورج میسن درس میخواندم به بچلر انتروژیلایز استادی، یکی از صنفای گورنمنتم بود که ایره نوشته میکردم. ایره ما باید اجازه میگرفتم از بورد آف جورج میسن که آنلاین سروی کنم. آنلاین سروی تولش به نام surveymonkey.com بود. surveymonkey.com تا 25 خیلی یک سروی از طریق اینترنت از مردم امریکا شما مسلمان های امریکا بله. اول گرفته. بله بله، از نا گرفتم و در پولیش هم ریسرچ های کتاب خواندم، هم رفتم در لا لایبراری و در کانگرس لایبراری کتاب ها را خواندم، انفرمیشن پیدا کردم، اما زیادترش از آنلاین سروی بود که از برادرای مسلمان امریکا و خوارای مسلمان امریکا سوالایی کرده بودم که جواب میدادن. خب و خود مثلا پنتون شما کدام رول داشت برای این نشته کردن کتابتان؟ باید اجازه میگرفتم از
از بورد آف جورج میسن حیات مدیره بله. باید از اجازه می گرفتم. باز بعد از او خلاص شد باز نشر کرد. بله. دکتر اکرم شما چون سه و باید بگویم که سه کتاب نوشته کردین، یکیش در فرانسوی درباره تاریخ افغانستان، یکیش درباره رئیس جمهور داوود خان که او در زبان دری است و یکی در انگلیسی که کتاب آخرین شما بود. اینمی سه کتابی که شما نوشته کردین، اینمی تجارب شما چی بود در این پروسه نوشته کردن و همچنان امرای شرکت که امرای شما کار کردن؟ وقتی که من ریسرچ خودم میکردم بر من بسیار جالب بود. اولی که مفکوره خود کتاب وقتی پیدا شد که مثلا کتاب قبلی خود کار میکردم که داوود خان یک شخصیت سیاسی بسیار مهم قرن 20 افغانستان بوده، اما کدام کتابی که خاص سر سیاستش و برنامهش و زندگیش تعریف شده باشه نبود. و وقتی که من شروع کردم که با یک تعداد افغانایی که کتش یا کار کرده بودن یا از دور میشناختن یا یک رابطه فامیلی کتش داشتن، بسیار مردم با احتیاط گپ میزدن و از خاطر که در کلتور ما همی نوشته کردن کتاب و کتاب مستند قدر زیاد رواج نیست، حال زیادتر رواج پیدا کرده و یک علتش این بود که مردم فکر میکردن که اگر ما اینی موضوع یا اون موضوع رو نوشته کنم و خدا نخواسته از طرف کدام کسی یا کدام گروپ این یک انتقاد وارد دیده شود یا به شکل حتی خدا نخواسته توهین‌آمیز دیده شود، امکان داره که به من مشکلات سیاسی بر زندگیم، بر حیاتم، بر اولادم پیدا شود. شما نمی ترس داشتید؟ نخیر. به دو علت. اولی که ما چون تحصیل خود در خارج کردیم و هر دو طرف محیط دیدیم، هم محیط خود ما را دیدیم، هم محیط خارج را دیدیم، هم در وقت جهاد که مجاهدین کار کردیم، یعنی به من احساس وجود نداشت. اما برای من جالب بود و احترام همه گیر آدم باید داشته باشه که چطور پیش افغانای ما اینمی مشکل وجود داره و این موضوع کلتوریست داره. بله، بسیار خوب. من میخواستم از مجمع جارم پرسان کنم که اینمی اکثر عمل امریکای آزیاتر شاید کتاب شما را فعلا خوانده باشن، اینمی دوباره کار شما فعلا چی بود؟ که وقتی که خواندن اکثر عملشان چی بود؟ کسایی که خواندن گفتن چی قصه هایی که در این نوشته شده گفتن بسیار حقیقت داره. از سال از بین 2000 تا 2008 امی دیسکریمینیشن که شده تمام قصه ها گفتن حقیقت داره و چیزی شده که در پشت دروازه بسته شده. از او خاطر گفتن این کتاب خوبتر است که برآمده که مردم بتانه بخونه و این مشکل حل کنه. فعلا کدام پلان دارین که یک کتاب دیگر نشته کنین و اگر دارین درباره چی شاید باشه؟ هنوز نه، تا که بخیر دکتری ما بگیرم باز بعد از اون. شما کدام پلان دارین که کتاب نو نشته کنین؟ پلان فعلا پلان ها زیاد میباشه، اما موضوع آزادی بیان و به ارتباط کتاب نشته کردن در خود امریکا، وقتی که کتاب به زبان انگلیسی خود نشته میکردم به نام دسیسه 1492، چون به ارتباط اشخاصی که در قدرت بودند در خود امریکا که رئیس جمهور بوش و معاونش و دیگر اعضای کابینش بود و من به شوخی از اونها یاد میکردم، در این زمان که موضوعات سیاسی که فکر میکردم مطرح بود و با معنا بود شامل کرده بودم، یعنی مردم به بسیار احتیاط با من معامله میکردن، به شمول از این که وقتی که من که بعضی چیز ایجنت هایی که بر کتاب ناشر برادم پیدا میکنن، اینا از ترس از این که در محکمه ما کشاندر نشم از من خواهش کردن که نامه را تغییر بدم و یک هشدار در شروع کتاب شامل کنم، از خاطر که چون آزادی بیان وجود داره 100%، اما آزادی نویسنده و جایی که آزادی شخصی که آدم در موردش گپ بزنه و او یک شخص باشه که زنده باشه ولو که یک سیاستمدار باشه استفاده میشه. این حال باید آدم فکر نکنه که آزادی بیان مانا میتکنم هر چیز گفته میتونه. محدودیت های قانونی، محدودیت های از روی نزاکت، از روی محیط وجود داره، اما باید به نظر من انسان باید خود آزاد احساس کنه که نظریات و افکار خود با عفت کلام دائم ابراز کنه. ترس باید وجود نداشته باشه. وجمه جان، شما چیزی که میبینم بین کتاب های شماست ایست که درباره سیاست و دین که چطور یکی به دیگر تاثیر داره. شما چی فکر میکنین که خود دین در امریکا چی تاثیر داشت در انتخابات که شما نشته کردین؟ دین کلانترین تاثیر داره و داشته سر انتخابات. وقتی که
تا مسلمان های امریکا که ووت کردن در سال 2000 تناسی 1% ووت کرد، چرا که اونا هم مسلمان بودن و هم امو وقت بسیار ترس یک ذره بدل خود داشتن، و در سال 2004 42% و در سال 2008 89.6% 89.6% و بسیار دلاوری تانستن که ووت کنن. رای بتن. من میخوایم که سوال آخرین ای باشه که کسایی که برنامه ما امروز میبینن در افغانستان، کسایی که میخواه یک کتاب نوشته کنن، شما چی میتونین بر از ما بگوین از رمی تجربه خود شما؟ گپ که پیشتر زدم، باید هر انسان به نظر من افکار و تجارب زندگی جالب می داشته باشه و می تونه که ایره با تحریر و نشرش بدگاه برسانه و مشترک بسازه. اما مشکلی که ما در افغانستان داریم، صنعت کتاب و نشرات بسیار ضعیف است و هر شخصی که می خواهی کار بکنه باید به زور خود، به زور اقتصادی خود، به زور تکنیکی خود اوی کار پیش ببره و یک مانع بزرگ است. واجما جان، شما چی میخواین بگوین به کسای خصوصا خانم ها که در افغانستان هستن؟ شاید در فکرشان یگان مفکوره باشه که بتانن او را به شکل یک کتاب نوشته کنن، شما چی پیشنهاد برشان دارین که اینمی هدف خود عمل کنن؟ من میگم میشانه از طرف خود، از طرف یک زن افغان، که اگر دموکراسی میال در افغانستان باشه، از خاطر که به نظر من دموکراسی کار میکنه همیشه، اگر میال دموکراسی در افغانستان باشه، میتونن که زنای افغان اینمت مثل مواره چیزی که در مفکرشان است سرش ریسرچ کنن، کتاب خود نوشته کنن و چاپ کنن، و به مو غیرت افغانی خود میتونه که هر چیزی که در دلشان باشه او رو روی کتاب بندازه و نشر کنه به مردم دنیا. و فکر میکنین که مثلا از این تجربه که شما داشتین در امریکا، از او چی میتونن که وا یاد بگیرن در اونجا؟ اگر افغانستان یک مملکت آزاد شود مثل که امریکاست و فریدم آف اسپیچ داشته باشه که آزادانه بتانن گپ بزنن، میتونن که هر مفکوره که در دلشان است، در زبانشان است، او را به قسم کتاب چاپ کنن. تشکر بسیار زیاد واجما جان. آیا حد برای آزادی بیان وجود دارد؟ سوال ما از هر دو میمانای عزیز، اما بعد از یک وقفه کوتاه با ما باشید. دوباره با واجما خلیلی و دکتر عاصم اکرم. واجما جان، میخوایم از شما پرسان کنم که کتاب های شما دویتان زیادتر در موضوع سیاسی است، کدام موضوع دیگه است که شما علاقه دارین که دربارهش نوشته کنین؟ آنانه باز در اینده میخوایم که نوشته کنم، امی کمک کنم به عسکر امریکا و افغانستان، امی دیالوگ هایی که در بینشان که نمیفهمن که برشان آسان تر بسازم، هم به عسکر افغان و هم به عسکر امریکایی. خب این موضوع چطور در فکر شما آمد؟ ای چند وقت است که در فکر ما است، اما هنوز هم وقتش نیست که نوشته کنم. بخیر به سال در سال آینده شاید شروع کنم. و فکر میکنین که اگه یک کتاب درباره از این موضوع نوشته کنین، کدام تاثیر مثبت داشته باشه؟ بله، حتما می داشته باشه. برشان آسان تر میشه که زبان یکی دیگر را بفهمند، دیالوگ یکی دیگر را بفهمند. و می خواهم که شما رو پرسان کنم که یگان نویسنده افغان ما دیگه که بسیار مشهور شدن به امریکا، با یک مثال خالد حسینی که یک کتاب نوشته کردن و او به قسم فیلم ساخته شده، شما درباره کتاب از او چی فکر میکنین؟ من فکر میکنم کتاب آقای خالد حسینی که اتفاقا از طفولیت میشناسیم بسیار کتاب جالب است. بعقیده من کتاب خوب یا خراب نیست، هر کتاب از خود موضوعات جالب می داشته باشه. امکان داره که آدم هم نظر نباشه سر بعضی موضوعات، اما باید تشویق کنند دیگاره که کتاب بنویسند و نظریاتی که دارن درش داخل کنند، و یا شکل افسانوی باشه، یعنی نیستن که حتما مستند باشه. و یک جوابی که دائم با او مواجه میشیم وقتی که یک تعداد افغانای سابقه دار ما که یک تاریخ زنده هستن و ازشان خواهش میکنم که شما خاطرات زندگیتان نوشته کنین، از خاطر که چندین دوره تمام شده و خاطرش نمیمونه برای مردم، برای نسل‌های آینده نمیمونه.
و بعض اوقات جوابی که بسیار من متاثر میسازه میگیرم ایست که برای کی نوشته کنم. شما این سوال باید مطرح نکنید. وقتی که نوشته میکنین حتما یک کس امروز سبا دیگه سبا نوشته تانه میخونه. اگر یک نفر که تان هم نظر نیسته یا صد نفر هم مهم نیست، شما برای این نوشته نمیکنین که مردم خوش بسازین. شما میخواین که یک مفکوره، یک نظر، یک عقیده یا یک خلاقتی که دارین از نگاه افسانه‌ای او را برسانین روی کاغذ و با دیگر شریک کنید. بسیار خوب. باعث یک نویسنده مثلا اتیا کیس که میآید روبروی یک انسان، مردم های دیگر در جهان اونجا در افغانستان چیز بکنن درباره از این کیس ها یا بیشنن بگن خب فعلا نوی قانون ماست ما اونمو را باید تبیق کنیم؟ قانون اگه به حساب قانون اساسی باشه، ماده 34 قانون اساسی بسیار واضح است، این آزادی بیان کاملا احترام میکنه. اما از نگاه عمل و اساسیت هایی که وجود داره از نگاه سیاسی، چون حکومتی که از افراد مختلف دیش است، حکومتی که امریکا ازش حمایت میکنه در کابل امروز، یک تا نفرای هستند که آدم گفته میتونه تحصیل یافته و روشن فکر هسته و یک تعداد کمتر هستن و در این زمان گروپ های سیاسی دیگه هستن که تاثیر دارن. اینا ای شما قضیه ای جوانه که گفتین فکر نمی کنم که موضوع باید به این شکل قدر وسیع میشد و اما سیاست دیش کرد شد و متاسفانه وقتی که سیاست گرد میشه موضوع را مخشوش میسازه و حل کردنش بسیار مشکل است. اینجا رهبری و چی بگویم مهارت آقای کرزی باید نشان داده میشد. او به حیث رئیس جمهور باید وظیفه خود اجرا میکرد و در این قسمت در این قضیه مداخله میگفت میکرد و میگفت که یک غلط فهمی است و موضوع را حل میکرد، اما خود گوشه گرفت و ماند که موضوع بسیار کلان شود. و وقتی که موضوع بسیار کلان شد دیگه از دست کلگی بر آمده بود به دست قاضی و چند نفر دیگه افتاد. اما این معنی نمیده که موضوع تمام است. من فکر میکنم که اگر فشار سیاسی وجود داشته باشه و گفته شود که یک اشتباه بود از طرف یک جوان، میتونه که حل شود. اگر چیز باشه، اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه، اگر اراده سیاسی ضعیف باشه در رأس دولت، نتیجه گرفته نمیشه. و جوان جان میخوایم صحبت آخری ما باشه درباره نمی که شما چی یاد گرفتین به نمی پروسه که اول از یک پیپر که شما نشته کردین به نمی صنف پانتونتان به ای که رساندین که به یک کتاب نشر کردین، از نمی پروسه شما چی یاد گرفتین؟ مهمترین چیز چی بود که شما یاد گرفتین؟ از وقتی که ما از ماه اپریل شروع کردم تا ماه آگست، ما بسیار یاد بسیار چیزای مهم درباره مسلم امریکن خورا و بیادرهای مسلمان ما که در امریکا است فهمیدم. چیزایی که مشکلات که سرشان تی شده، داغایی که دیدن که هیچ کس به صدایشان نرسیده، از او فهمیدم. از امون خاطر ما خواستم که یه در کتاب چاپ کنم که مردم بخونه و بتانه که کمک کنه، بتانه که خوبتر مردم مسلم امریکن رو بشناسه و خوبتر با ایشان صحبت کنه و قسم شوه که از یونین مثل یک سیتیزن یک جای شون و آرامی و خوشی را پس به مسلمان های امریکا بیارن. تشکر بسیار زیاد از وقتتان و از این که شما بسیار موفق هستین و تانستین که نمو وقت بگیرین که یک مفکوره تانه به یک کتاب نشته کنین و او رو نشر کنین که تمام مردم دیگه چی که امروز باشن چی که در آینده باشن بتانن یک چیز یاد بگیرن. بسیار یک کار خوب است. تشکر. تشکر شما. تشکر شما مریم جان. با ابراز تشکر از دکتر عاصم اکرم و وجما خلیلی. ما به انتظار کامل با امید نظریات و پیشنهاداتهای شما دوستان می باشیم. شما می توانید نظریاتتان را توسط اینترنت با سایت americaabroadmedia.org و tolo.tv با ما بفرستید. با امید دیدار شما دوستان در هفته بعدی. خداحافظ شما دوستان.